های خبر از آریانا امشب با اورانوس مصمم. آغاز روند ثبت نام رای دهندگان توسط کمیسیون مستقل انتخابات در سراسر کشور. بررسی وضعیت امنیتی کشور توسط سازمان های بین المللی مدد رسان در افغانستان. و نگرانی ها از عدم موجودیت مدیریت درست در سکتور بیمه در کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امروز یک شنبه پنجم ماه جوزای سال 1392 خورشیدی است که برابر می شود با 26 ماه می سال 2013 میلادی. مشروع خبرها. روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات امروز در 34 ولایت آغاز شد. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات بزرگترین چالش فراراه انتخابات ریاست جمهوری را در سال آینده ناامنی عنوان می کنند. رئیس این کمیسیون از رئیس جمهور کرزی می خواهد تا هر چیز زودتر قانون انتخابات را توشیح کند. در این روند قرار است برای 4 میلیون واجد شرایط کارت رای دهی توزیع شود. در 16 حمل سال 1393 انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برگزار خواهد شد. روند ثبت نام رای دهندگان برای این انتخابات روز یک شنبه آغاز شد و این روند پس از 2 ماه از مراکز ولایت ها به ولسوالی ها گسترش خواهد یافت. مسئولان در کمیسیون انتخابات میگن در این مرحله از انتخابات برای 4 میلیون تن از طریق 50 مرکز ثبت نام کارت های رای دهی توزیع می شود. فضل احمد منوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از رئیس جمهور کرزی میخواهد تا قانون انتخابات را که از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده توشیح کند. امید زیاد داریم که زودتر به توشیح رئیس جمهور برسه و در جریده رسمی نشر شود. رئیس کمیسیون انتخابات ناامنی را چالش جدی فرارای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرده میگوید تا حال لست مناطق ناامن از سوی نهادهای امنیتی برای آنها ارائه نشده است. با گفته وی، تامین امنیت و مساعد ساختن زمینه برای رای دهی وظیفه نهادهای امنیتی می باشد و باید این نهادها از تامین امنیت برای آنها اطمینان دهند. احزاب سیاسی باید حالا نقش خود را ایفا بکنند، نشان بده که چی کارهایی را انجام دادن و چی کارهایی را انجام میدن. تنها به انتقادات، به بدبینی ها، به سوی گمان ها نمیتونیم ما به جایی برسیم. کمیسیون مستقل انتخابات از مردم، نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی میخواهد تا در روند انتخابات همکاری کنند تا انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شود. هر ولسوالی را که پلیس امنیت چه تامین کرد با میریم، هر جایی را که امنیت چه تامین کرده نتانست با مردم از ولسوالی و شما جورنالیستا مراجع امنیتی باید جواب بگویند. این مکلفیت شد. از سوی همشماری از باشندگان شهر کابل که برای اخذ کارت رای دهی به مراکز ثبت نام مراجعه کردند میگویند کسی را به حیث رئیس جمهور برمیگزینند که شایسته آن باشد. شما وقتی اولین نفر بودیم که ما کارت انتخاباتی را گرفتیم، تحصیل کرده باشه، به جنگ‌های بین التزامی سهم نگرفته باشه، نام نیک، سابقه نیک داشته باشد، اون نفر انتخاب نوری انتخاب است. مشکلات امنیتی، احتمال تقلب و برخی مسائل دیگر مردم و نهادهای جامعه مدنی را در مورد انتخابات نگران ساخته است. اما مسئولان در کمیسیون انتخابات میگویند برای جلوگیری از تقلب در انتخابات تدابیر را روی دست دارند. سازمان های بین المللی و گروه های کمک رسان در افغانستان اوضاع امنیتی کشور را برای ادامه فعالیتشان مجدداً به بررسی خواهند گرفت. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد که مقام ها در سازمان ملل متحد و گروه های کمک رسان بین المللی در افغانستان پس از حمله به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اوضاع امنیتی را به بررسی گرفتند. از سوی هم مسئولان سازمان بین المللی مهاجرت در کابل می گویند حمله بر دفتر این سازمان عمدی بوده است، اما تأکید می کند این سازمان به کمک های خود به افغانستان ادامه خواهد داد. فرهناز فروتن به این موضوع پرداخته است. به نظر می رسد حمله گروهی مهاجمان مسلح بر دفتر سازمان بین المللی مهاجرت نهادهای کمک رسان و نمایندگی های بین المللی را در مورد امنیت آنان نگران ساخته است. یک گزارش وال استریت جورنال می رساند که ادارات سازمان ملل متحد و گروه های کمک رسان و گروه های کمک رسان بین المللی در افغانستان پس از این حمله وضعیت امنیتی را به بررسی گرفتند.
ادارات کمکی وضعیت امنیتیشان را در افغانستان مورد ارزیابی مجدد قرار خواهند داد. با این همه برخی از مؤسسات دیگر منتظر دریافت اطلاعات بیشتر و اینکه این حملات ادامه خواهد یافت یا خیر هستند. اما رئیس سازمان بین المللی مهاجرت در کابل که دفترش روز جمعه مرکز زد و خورد میان یک گروه مهاجم و نیروهای افغان بود، بر تداوم همکاری و عملی شدن تعهداتشان در افغانستان تاکید می کنند. این نهاد می گوید حمله روز جمعه تنها به خاطر هدف قرار دادن این سازمان طرح شده بود. حمله مهاجمان روز جمعه به شکل عمدی و برنامه‌ریزی شده بر دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت صورت گرفته است. هرچند نیروهای امنیتی افغان در این مورد تحقیق دارند و موضوع بعد از تحقیقات بیشتر مشخص خواهد شد، اما نوع حمله، راه حمله و اهدافی را که مهاجمان مورد تهاجم قرار دادند گواه بر برنامه‌ریزی شدن طرح این حمله می‌کند. در این میان این حمله نگرانی‌های در مورد عواقب وجود دفاتر خارجی در میان منازل مسکونی را شدت بخشیده است، چیزی که مردم از گذشته ها خواستار تجدید نظر در مورد آن شده بودند. به احتمال زیاد این بار ما بر اساس نگرانی‌هایی که وجود داشت این محل را ترک خواهیم کرد و در جای دیگر آن را گشایش خواهیم داد، ولی ما بر تداوم همکاری و تعهدات خود به افغانستان متعهد هستیم. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM حدود 175 کارمند در افغانستان دارد و از سال 1990 به عنوان یک نهاد خیریه در افغانستان فعالیت می‌کند. وزارت خارجه افغانستان میگوید افغانستان از ناحیه تروریسم و افرادگرایی که از پاکستان سرچشمه میگیرد رنج میبرد. از سوی هم این وزارت گفته های مقام های پاکستان در مورد سفر رئیس جمهور کرزای به هند را رد میکند. وزارت خارجه میگوید منطقه به دلیل اینکه برخی کشورها از تروریسم به عنوان ابزار استفاده میکنند بی ثبات است. پیش از این معاون وزیر خارجه پاکستان در مورد سفر رئیس جمهور کرزای به هند گفته بود که افغانستان باید در پالیسی های خود ثبات منطقه را در نظر بگیرد. سفر اخیر رئیس جمهور کرزای به هند مطابق انتظارات واکنش های دولت پاکستان را در پی داشته است. جلیل عباس معاون وزارت خارجه هند در واکنش به این سفر گفته بود دولت افغانستان باید در پالیسی های خود امنیت و ثبات منطقه را در نظر بگیرد، اما وزارت خارجه افغانستان این اظهارات معاون وزارت خارجه پاکستان را به مورد میخواند. سخنگوی این وزارت میگوید که تقویت نیروهای امنیتی افغان در ثبات منطقه مفید تمام خواهد شد. با گفته سخنگوی وزارت خارجه منطقه به دلیل اینکه برخی از کشورها تروریسم به عنوان ابزار برای رسیدن به اهدافشان کار میگیرند بی ثبات و ناامن است. افغانستان و هند دوستی او د افغانستان د ملي اردو پیاوړتیا د سیمه سول او امنیت کوم تهدید نه ده، بلکې د ډیورند کرخه هاخوا د تروریستي زالو شتون او د سیاسي وسیله په توګه د تروریسم څخه ګټه اخیستنه ده چې د سیمه سول او امنیت په خطر کې اچوي، او کچیرته د پاکستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لار کې د رښتینې صادقانه او عملي همکاري غوښتن کیدی، نو تر ټولو غوره لاره د هغه هیواد په خاوره کې د تروریستي زالو له منځه وړل دي. وزارت خارجه تاکید میکند که افغانستان کشور مستقل است و انتخاب دوستانش به عنوان یک کشور مستقل حق مسلمان است. سفر اخیر رئیس جمهور کرزای به هند به دلیل تقاضای کمک نظامی هند بیشتر مورد توجه قرار گرفت. افغانستان په تاریخ په اوږدو کې او بیا خاصتاً په تیرو لسو دولسو کلونو کې په خپلو ټولو سیاستونو کې، که هغه کورنۍ سیاست ده که بهرنۍ سیاست ده، خپله خپلواکي او خپل استقلال په پوره توګه ساتلی ده، او سره له دې چې موږ د سیمې د سیمې سره او خاصتاً د پاکستان اسلامي جمهوریت سره د ډېرو جدي ستونزو او ننګونو سره مخامخ وو، ولې موږ په خپل بهرني سیاست کې خپل استقلال او خپل خپلواکي ساتلې ده. روابط افغانستان هند همواره سبب خشم دولت مردان پاکستان شده و برخی اوقات به صورت علنی از مقامهای افغان خواستند تا از هند دوری بگیرند، اما دولت افغانستان گفته است که روابط هند و افغانستان مستحکم است و برای تقویت بیشتر آن تلاش میکنند. ادامه خبرها از کشور. مجلس سنای افغانستان ماستر پلان ترتیب شده از سوی وزارت امور شهرسازی و شهرداری کابل را غیر عادلانه می خواند. اعضای مجلس سنا همچنان از کارکردهای شهرداری کابل نیز انتقاد می کنند. وزیر شهرسازی و شهردار کابل این ادعا را نمی پذیرند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر. وزارت امور شهرسازی از تکمیل شدن ماستر پلان تمام ولایت های کشور خبر داده، میگوید در حال حاضر بیش از 90% جمعیت کشور تحت ماستر پلان شهری زندگی می کنند. تمام ولایت کشور
تمام مراکز ولایات کشور و شمول شهر کابل دارای ماستر پلان منظور شده هستند و خوشبختانه تمام ولسوالی های درجه یک، تمام شهرهای بندری و شهرهایی که اونا سهم خوبی را در اقتصاد داشته باشند اونا دارای ماستر پلان شدند. اعضای مجلس سنا با انتقاد از این وزارت میگویند در ترتیب این ماستر پلان عدالت در نظر گرفتن نشده است. شمار از این سناتوران همچنان شهرداری کابل را نیز به کمکاری متهم میکنند. بس می پدی که چه دغه پلانونه دغه شهری پروگرامونه ولایت ته هم باید وغځول شي، چې متاسفانه په ټول دغه دولو سکاره کې دا کار نه دی سوی او که سوی ډیر ضعیفه. تا کم سرک جور کرده دی موتارو نگر ده کند و کپر سوا تیکه و پاچه سوا ده پدولیم زکا تاسکر چیتا پا سو اری و ده دیتا سل نیرنگ ورکه. وزیر امور شهرسازی و شهردار کابل که برای پاسخگویی به مجلس سرا فرا خوانده شده بودند این ادعاها را رد می کنند. بهترین صداست این روز ما صدای بسیار خوبی را شنیدیم که باید ادالت در نظر گرفته شد و خوش وقتانه که پلان ما شده. همون تلاش کردیم در تمام ولایت کشور بدون هیچ مونه کمی و کاست از کابل تا مرکز ولایت نورستان 302.5 کیلومتر سرک هست. ما در 3 سال در شهر کابل پیر یا اسفالت کردیم. 375 کیلومتر سرک ما جغل اندازی کردیم. 6 پل، 5 پل روی دریای کابل و 1 پل هم در میرویس میدان پل هوایی مترقب تکمیل کردیم. پل هفتم که پل پاچا هست و امتداد سرک کلای زمان خان کار شروع شده. وزارت شهرسازی همچنان از توسعه پروژه خانه‌سازی از سوی این وزارت خبر می‌دهد و می‌گوید قرار است آپارتمان‌هایی که از سوی امارات متحده عربی ساخته می‌شود با قیمت تمام شد به مستحقین آن توزیع شود.